چسون روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنت الله على اعدائهم لا سيما فلانا وفلان السلام عليك يا بقيه الله اشهد انك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت سلام ادب خدمت همه شما حسینیان عالم عذرخواهی میکنم از اینکه تا این برنامه این ایام به جهت اذان مغرب کربلا قدری کم شده است حتی با این که ما میان برنامه را از برنامه حذف کردیم باز مطالب میماند برای جلسات بعدی هرچند ما فقط عناوین را عرض میکنیم و وارد مطلب نمیشویم یعنی سفره کلام را پهن نمیکنیم آنقدر که باید و شاید ولی باز وقت ما را در میرو باید عرض ما به اینجا رسید در مقتل سید الشهدا روح الفدا اتفاقات روز عاشورا میدان رفتن حضرت قاسم بن الحسن صلوات الله علیه با آن مطالبی که در چندین قسمت عرض کردیم به این مطلب رسیدیم که حضرت قاسم صلوات الله علیه بوسه بر دستان عموجانشان سید الشهدا می‌زدند و از حضرت طلب رخصت میدان می‌کردند بحث را در تکبر آوردیم و تواضع قطعا و مسلما این عمل از حضرت قاسم صلوات الله علیه بیانگر تواضع حضرتش می باشد آن هم فرزند کریم کسی که معز المؤمنین است امامزاده است قاسم ابن الحسن صلوات الله علیه نسبت به سید الشهدا روح الله الفدا چنین تواضعی می کند که در تاریخ می ماند آن هم در طلبش آنچه که می خواهد عرض کردیم که قرآن اشاره کرده است به نهی از تکبر تکبر نداشته باش راجع به تکبر صحبت کردیم گفتیم وادی تکبر مقابلش وادی ذلت است بین ذلت و تکبر راهی است که مستقیم است و آن وقار است حال شاید بعضی کلمه دیگری بر این حالت بگذارند در لغتش مناظره ای نداریم نقاشی نیست وقار مفهوم است چه عرض میکنم که انسان نه خودش را به رذالت و ذلت بکشد نه اینکه علو و تکبر داشته باشد نهی کرده از قرآن راجع به علو داشتن تا مفادش را گفتیم مزراتش را عرض کردیم اشارتن تا رسیدیم به اینجا که خب بین این سمرحله تواضع چگونه مشخص میشود چه وقت است که اگر انسان حرکتی کند که آن حرکت مقابل تکبر است و خلق الله عامه مردم عرف جامعه نام آن را تواضع می‌گذارند تا ملائکت الله و کروبین نام آن را تواضع می‌ذارند نه ذلت می‌گویند نه علو می‌گویند بله چه وقت است عرض کردیم وقتی که این تواضع نسبت به کسی باشد که آن شخص صاحب علو و حقیقی است اگر شخصی که نسبت به او کرنش میکنی علو و حقیقی داشته باشد تو را متواضع میگویند اگر آن شخص خیر همتراز تو هم سطح تو یا یکی دو مرتبه از تو بالاتر باشد باز هم تو را به چاپلوسی تملق ذلت و اینها متهم میکند ولی وقتی که آن شخص صاحب علو و حقیقی باشد هرچه تواضع کنی شما رفعت درجه پیدا میکنی بلندی از او یافت کو پس شد در نیستی کوفت تا هست شد که اینجا مطالبی که در علم اخلاق هست واقعا راه گشا و کلیدی هست عمل به آنها انسان را به مدارج عالیات میرساند که دیگر انسان از تعینات خودش هم صرف نظر کند دقت دادیم تحذیر و زنهار گفتیم مراقب باشیم کسانی که میخواهند به بهانه کشتن نفس آن افعالی را دستور بدهند به مریدان خودشان که مردم را وادار به گدائی و اموری که حقیقتا بیانش دور از ساحت همه شما عزیزان است
برای تربیت نفس میگویند چه کارهایی را انجام بده و بعضی مع الاسف میروند و در همانجا میمانند، وقوف پیدا میکنند، یعنی همان باعث عجبشان میشود. دقت کنید، نخواستم باز کنم مطلب را، ولی حالا شاید راه نجات و هدایتی برای کسی باشد. میماند در همانجا، میرود که نفس را تربیت کند، عجب همین مسئله او را درگیر میکند و در همانجا میماند. نه نفسش تربیت شده است و نه اینکه نجات پیدا کرده. در حکایات حتی در همان زمینه هایی که عرض کردیم مفصلا اشاره شده است و اهل دقت و کسانی که با ادبیات آشنا هستند ماجرای شیخ صنعان را میدانند. خود اینها قائل به این مطلب هستند و بگذاریم، نمیخوام مطلب جای دیگه ای برد. همین اندازه بدانیم که این شاخص و تمیز تواضع و ذلت کجا مشخص می شود. یکی از جاها و اهم مکانها، بلکه فقط در همین جا، این است که آن کسی که نسبت به او تواضع داری علو حقیقی داشته باشد. قرآنی که می گوید آن دار آخرت را، خانه ابدی را قرار داده این برای کسانی که علو نمی خواهند در ارض، اهل فساد نیستند، همان قرآن صحبت از علو که به میان می آید دو جا را حداقل اشاره می کند. یکی علو و حضرت حق که از مردمان می خواهد آن رسولی که خداوند علی اعلی سپرده است که نسبت به خداوند علی اعلی طالب علو نباشید، علو نخواهید. بله، و جای دیگرش که اشاره و شاهد مطلب ماست، سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، مراجعه فرمایید سوره نمر را ببینید. و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن، همین بسم الله که در قرآن تکرار شده است و باعث شده است که قرآن 114 بسم الله داشته باشد، با اینکه سوره توبه بسم الله ندارد، همین سوره نمر همین آیه ملاحظه فرمایید، وقتی حضرت سلیمان نامه می نویسد در متن نامه اش می فرماید که نسبت به من علو نداشته باشید. صحبت کجا بود؟ علو نسبت به حق جل و علا. ولی اینجا پیغمبر الهی میگوید نسبت به من هم علو نداشت، برتری نسبت به من گمان نکنید، باید نسبت به من متواضع باشید، خشوع کنید. چرا؟ چون نبی الهی است، چون نماینده حق است، چون حجت الله است، چون کسی است که خداوند او را قرار داده است. خب وقتی این مطلب مشخص شد، حال کسانی که خودشان حجت اللهن، خودشان وجه اللهن، خودشان سر اللهن، حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین که صدها سلیمان ریز خور خانه اکرام و انعام او آنها هستند، آنجا کار چگونه است؟ تواضع نسبت به سید الشهدا روحی له الفدا، تواضع نسبت به امیر عوالم امیر المؤمنین، تواضع نسبت به صدیقه طاهر صلوات الله علیها، تو را صاحب برتری می کند. یعنی این تواضعی است که به هدف نشسته است. چرا؟ چون او علو حقیقی دارد. نامش را به خاطر بیاور تا بدانی مطلب را. نامش چیست؟ علی. علو حقیقی دارد، گفته ایم در گذشته و بحث آن شده است علو را. تواضع نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله، اخذ اوامر رسول خدا، نسبت به اوامر رسول خدا، هیچ تمردی نداشته باشی، هیچ انانیتی نداشته باشی، خودبینی نداشته باشی. چرا چنین گفته است؟ اگر چنین میگو لا اله الا الله، باید چنین لا اله الا الله. بله، این تواضع تو را بالا میبرد. این تواضع تواضعی است که انسان را به آن حقیقتی که باید و شاید میرساند، تواضع نسبت به مقام شامخ ولایت. شاهد نقلی آوردی؟ آری، نامه سلیمان میخواهد از ملک که نسبت به من باید تواضع داشته، برتری نسبت به من نباید داشته. برتر خلق چه کسانی هستند؟ کسانی که خداوند علی اعلی آنها را برگزیده است. بله، حال بیاییم در کربلا. عرض نکردم کربلا جایی است که درس به انسان میدهد؟
حقایق اخلاقیه میابی. حضرت قاسم ابن الحسن صلوات الله علیه، دیگر اصحاب سید الشهدا روح الفدا، هر یک بگونه ای با این شواهد و اقوال تاریخی تواضع نسبت به سید الشهدا روح الفدا داشتند و سید الشهدا صلوات الله علیه تواضع نسبت به حضرت حق داشت. آن هم چه تواضعی که سیت آن به گوش همه عالم بلکه عوالم رسیده است. قتلگاه در اوج تواضع، هیچ از خود باقی نگذاشت. نمیگویم برای اسلام و آن حرف گزافی که دیگران میزنند برای نه سید الشهدا ذبیح الله است، این را به خاطر بسپار. ذبیح دین و اسلام و نماز و اینها نیز، ذبیح الله است. دقت کنید این مطلب را. مقام سید الشهدا اعلای از این حرف هاست. بله، هر که گرفت موضوع را گوارای وجودش حسین ذبیح الله است، نه چیز دیگری. تمام چیزهای دیگر مرتبه اش بعد از ولایت است، این که مشخص است. بله، خب حضرت قاسم و اصحاب سید الشهدا این مطلب را به همه ما آموختند که تواضع نسبت به اعلا، تواضع نسبت به کسی که علو حقیقی دارد، رفعت درجه می‌دهد، مصوب است، صاحب حسنات می‌کند فاعل آن را. از همان نقطه بگیر و بیا تا کسی که درگاه حرم سید الشهدا روح الله الفدا می‌خواهد وارد شود، با حال تواضع وارد می‌شود. آن کوچکترین هیئتی که از خود سراغ دارد را به ظهور می‌گذارد که همگان ببینید من نسبت به این آقا تواضع دارم، برای خود هیچ علوی نمی‌خواهم. لذا دیده اید که حسینیان به صورت خیز وارد می‌شوند. بله، و مباحثی که انشاءالله شاید در مقدمه محرم سید الشهدا اشارات دیگری کردیم، علو را در اربابش سید الشهدا می‌یابد، لذا تواضع می‌کنیم. علو را از حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا می‌داند، لذا تواضع می‌کنیم. همه شما دیدید کسانی که به نماز ایستاده‌اند در محراب عبادت یا در حرم‌ها مشاهد مشرفه، این سری که رفتین، نه اینکه غیبت کسی داشته باشید خدای نکرده، ولی دقت در اعمال خودتون داشته باشید که می‌بینی شخصی دو زانو با آن هیبتی که لازم است، با گردن خم نسبت به امامش، سر پایین، چشمهای به زمین دوخته، عرض حاجت می کند، زیارت می کند، و شخصی که چگونه در حرم نشسته است که اصلا آداب حرم را رعایت نمی کند. بله، مشخص می شود چه کسی متواضع است. بله، می دانم شاید حالا بعضی بگویند که بازار تزویر و ریا در این زمینه باز است. می دانم، تو ریا نکن، آن که ریا می کند بگذار به هر جا می خواهد برسد. تو ریا نکن، تو واقعا تواضع کن. ترس این را نداشته باشید که کسی بگوید ریا کرده ای. بگذار بگوید. تو عمل را آنگونه که شایسته است عمل کن، آنگونه که می دانی عمل کن. دیگران هر چه تصمیم می خواهند بگیرند، دیگران حاکم نیستند. آن دیگران قرار نیست چیزی به انسان بدهند یا چیزی از انسان کم کنند. لاجرم قدری لغز میخوانند در این چند روزه دنیا که بخوانند آنقدر که خسته شوند. تو در یارت باش، تو در جلوات محبوبت باش، تو در عشقبازی خودت سیر کن. هرچه میخواهند بگویند. میبینی بعضی در تواضع تام نشستند و حق نداری بگویی ریا میکند، چون ریا امر قلبی است، معلوم نمیشود برای یه وقت که اصلا طرف در اخلاص دارد انجام میدهد و شما اشتباه کرده. این است جیر و بله، اینها همه شیطان است، مراقب باشیم. بله، تواضع صرف کرده است، مشخص است. کسی که میخواهد به نماز بیستد، اول وقت با آن آداب وضو گرفته، خود را معطر میکند، مرتب، لباس شایسته، سجاده. میبینیم اینها را روزمره، یا دیده ایم یا میبینیم از اشخاص، چنان به سجود حق میرود که نه خودش را از تمام کائنات کوچکتر میبیند، راز و نیاز میکند. این تواضع او را رفعت میدهد، این همان تواضع مطلوب است. و شخصی را میبینیم که بگذاریم
جالب است بدانید که از صفاتی که حال بنای گفتن این حرف نبود ولی انشالله مرزوخی دارد، جالب است بدانی که از صفاتی که امت خاتم را بر دیگر امم تفاضل بخشیده است، یعنی ما امت خاتم یعنی شما عزیزان، تفاضل نسبت به دیگر امم بخشیده است، سجده تعفیری است. سجده تعفیری بیابید، حتما شما بلدید، حتما انجام میدهید، ولی ببینید آدابش را ببینید، چنان گونه به خاک میگذارد، نهایت تواضع است. و حق جل و علا به او چه میگوید کسی که سجود تعفیری دارد؟ روایاتش همه موجود است. حال اگر بپردازیم به آن قدری به اطاله میکشد و شاید مطلب دور شد. سجود تعفیری، بگم برای اهل دقت، بگم برای کسانی که اهل صفا هستند، سجود تعفیری اون حرکتی که سید الشهدا روح له الفدا در قتلگاه داشتند. این فضا و این تصاویری که اطراف ماست بسیار ما را نزدیکتر می کند به بیان بعضی از مصائب، آن حقیقتی که سید الشهدا در قتلگاه داشتند، حالتی که امام زمان به آن سلام داده است، سجود تعفیری. خوغاست آقا، این حالات نسبت به کسی که علو و حقیقی دارد. سید الشهدا را تواضع می کنیم، چرا که فرستاده کسی است که علو حقیقی دارد و آن علو حقیقی را خود حضرت حق به آل الله صلوات الله علیه مجمعین داده است. بله، و انتم المثل الاعلا. حرف را به اینجا رساندیم، شاید صلاح نبود باز کنیم، چون بسیاری از مطالب اینجا هست که گفتنش صلاح نیست، ولی رساندیم برای اهل معنا. و انتم المثل الاعلا، صاحب علو شما حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین است، علو حقیقی که خداوند علی اعلا به شما داده است. همان گونه که تأکیدن سلیمان نبی خواست در نامه مکتوبن که نسبت به من علو نداشته باشید، کرنش کنید، چرا که علو از آن من است. خداوند در آیه دیگر هم اشاره کرد از رسولی که فرستاده شد نزد بنی اسرائیل، به آنها گفت که نسبت به خدا علو نداشته باشید، علوی که خدا دارد و به برگزیدگان خودش، خلفاء خودش میدهد. و مطلب در آل الله صلوات الله علیه مجمعین تام و تمام است. تواضع نسبت به سید الشهدا رفعت میدهد همه ما را انشاءالله. اینها استدلال بود. وجدانن هم که در جامعه میبینین خادمین ابی عبدالله، خادمین راستین سید الشهدا، بلند مرتبه هستند. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. هر جا هستید، هدیه محضر سلطان سریر ارتضا ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا صلوات خط کنید. یا علی مدد. رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول بخاطري ودمعي أسيلة، حراير كربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دور نوايب كربلا صرخة يتيمة ترن بموضجيتي لحن الهضيمة.